وزیر ثروتمند دیروز، سردار میلیاردر امروز. گزارش ایران اینترنشنال از فساد اقتصادی صادق محصولی در کل جبهه پایداری و مهره علی خامنه‌ای برای خالص‌سازی بیشتر نظام. باجناق ولایتی چگونه با امتیاز اختصاصی سواب نفت به ثروتی افسانه‌ای رسید؟ حملات سنگین اسرائیل به جنوب لبنان، حزب الله در پاسخ شمال اسرائیل را موشکباران کرد. همزمان ادامه تلاش‌ها برای خارج شدن از بن‌بست آتش‌بس. ناکامی امدادگران برای پیدا کردن مفقودان حادثه فرو ریختن پل در بندر بالتیمور. رئیس جمهور آمریکا گفته در کوتاه‌ترین زمان ممکن پل را با بودجه دولت فدرال بازسازی می‌کند. 40 کشتی به دنبال سقوط پل فرانسیس اسکات کی در بندر بالتیمور گیر افتادند. و بازتاب جنگ تراشه‌ها در نمایشگاه شانگهای، غیبت شرکت‌های آمریکایی رقیب اصلی چین در نمایشگاه نیمه رسانه‌ها، تمرکز بر بازار آسیا با حضور غول‌های فناوری قاره کهن. بینندگان امروز، وقتتون بخیر. من گلراهان هستم. به امروز و جزئیات آخرین تحولات ایران و جهان خوش اومدید. آخرین مرحله از پروژه خالص‌سازی علی خامنه‌ای در حالی با دو انتخابات مجلس و خبرگان رهبری انجام شد که جبهه پایداری، تندروترین بخش از جناح اصولگرا، در ائتلاف با دولت رئیسی نقشی پررنگ در این خونه تکونی داشت. تشکلی که از 2 سال پیش صادق محصولی رو به عنوان دبیرکل برگزیده، کسی که به سردار میلیاردر انقلاب مشهوره و حدیث‌های زیادی درباره ثروت افسانه‌ای شنیده میشه. یکی از کاسبان قدیمی تحریم و جنگ که با سواب نفت به ثروت رسید، البته در بازاری انحصاری که به دلیل قرابتش با قدرت به اون رسیده. صادق محصولی که در دولت‌های احمدی نژاد وزیر کشور و رفاه بود، حالا به عنوان پدرخوانده تندروها در ایران فعاله. کسی که به لطف فساد مالی از دوره هاشمی تا همین الان به یکی از متمول‌ترین چهره‌های نظام تبدیل شده. محصولی حالا در همکاری با رئیسی در مقابل قالیباف ایستاده. بیان که جواب بده پولهایی رو که میگه امانت امام 12 شیعیانه از کجا آورده. مشتبه پور محسن گزارش میده. افشای ابعاد تازه‌ای از فساد پدرخوانده اصولگرایان تندرو، از برج‌سازی تا پرونده سنگین فساد سواب نفت در اردبیل، باجناق ولایتی، مرید مصباح یزدی، مراد احمدی نژاد و حالا متحد رئیسی علیه قالیباف، سردار هزاران میلیاردی یا تریلیاردر انقلابی، دبیر کل جبهه پایداری کیست؟ انتخابات دموکراتیک و آزاد در ایران محصول جمهوری اسلامیه. ادعای صادق محصولی درباره سردترین انتخابات تاریخ جمهوری اسلامی در اسفند ماه گذشته، وقتی او در دفاع از عزم خامنه ای برای یک دستتر کردن حاکمیت مدعی شد، خالص‌سازی اسم رمز حمله به شایسته سالاری است. سردار پیشین سپاه پاسداران که ثروت افسانه‌ایش همیشه محل بحث بوده، با مصاحبه اخیر رئیس پیشین کمیسیون امنیت ملی بار دیگر خبرساز شد. حشمت الله فلاحت پیشه گفته صادق محصولی وزیر کشور دولت احمدی نژاد تنها کسی بود که امتیاز انحصاری سواب نفت را دریافت کرد و نفت را از عراق 50% زیر قیمت می خرید و از طریق اردبیل به جمهوری آذربایجان می فروخت. به گفته فلاحت پیشه، محصولی با سود حاصل از این معامله تریلیاردر شده و به زعم او مرکز یک اولیگارشی حکومتی. ثروت اندوزی دبیر کل جبهه پایداری از این محل فراتر از اتهام، بخشی از پرونده است که سالهاست به آن رسیدگی نشده. او این امتیاز انحصاری را در دولت دوم هاشمی رفسنجانی به دست آورد، زمانی که استاندار اردبیل کسی نبود جز محمود احمدی نژاد، کسی که در مناظره انتخاباتی سال 88 در مقابل میرحسین موسوی از پاسخ مستقیم به فساد مالی صادق محصولی تفره رفت. آقا یکی از بوده فرمانده لشکر بوده، بعد در دوره آقای هاشمی و آقای خاتمی رفته توی کار اقتصادی پولدار شده. زمانی که پولدار بود من بهش گفتم بذار کنار بیا تو دولت، اومد. اما خود محصولی بعداً در مصاحبه با تلویزیون جمهوری اسلامی، اگرچه در مقام تکذیب، این اتفاق را تایید کرد.
بعضی میگن مثلا این مجوز رو به هر کسی نمیدن، این درسته؟ عرض میکنم که میگم دولت به خودش داده، به من نداده که 5 میلیارد تومان سوده کل این قضیه بود، باید که 10% هم میدادن 500 میلیون تومان به من میدادن. اگر تنها به همین ادعای محصولی اکتفا کنیم، سود تنها یک بار سواب نفت او در سال 75 نیم میلیارد تومان بود، معادل بیش از 74 میلیارد تومان امروز. با این توضیح که محصولی نزدیک به یک دهه مشغول این کار بوده، منابع غیر رسمی سود او از این مسیر را 600 میلیون دلار ارزیابی می کند. اما او چگونه توانست این امتیاز انحصاری را به دست بیاورد؟ صادق محصولی با جناق علی اکبر ولایتی وزیر خارجه دولت هاشمی رفسنجانی است، مشاور عالی فعلی علی خامنه ای. این نسبت خانوادگی هم سود خوبی برای محصولی داشت و هم باعث شد این پرونده هیچ وقت به طور جدی پیگیری نشود. زمانی که محمود احمدی نژاد شهردار تهران شد، بر اساس همین پرونده فساد وزارت اطلاعات با انتصاب او مخالفت کرد، اما وزیر کشور دولت خاتمی حکم او را امضا کرد. صادق محصولی در سال 84 گفت ارزش دارایی‌هایش 160 میلیارد تومان است، ثروتی که با یک حساب سرانگشتی امروز معادل 10619 میلیارد تومان می شود. پولی که آقای محصولی مدعی است امانتی است که بعد از ظهور امام 12 شیعیان در اختیار او قرار می گیرد. با پیروزی احمدی نژاد در انتخابات سال 84، صادق محصولی ابتدا مشاور او شد، اما 2 سال بعد با رأی متزلزل مجلس وقت سکان وزارت کشور را بر عهده گرفت تا پیروزی احمدی نژاد به رغم اتهام تقلب در انتخابات 88 را اعلام کند. آقای محمود احمدی نژاد نفر اول هستند و با این آرایی که کسب کردند به عنوان رئیس جمهور منتخب 10 معرفی میشند. آذر ماه سال گذشته منصور حقیقت پور از فرماندهان پیشین نیروی قدس سپاه پاسداران و استاندار اردبیل در دوره احمدی نژاد گفت محصولی به او فشار می آورد که پرونده فساد در سواب نفت را جمع کند. این نماینده پیشین مجلس در بخش دیگری از افشاگری هایش از برجسازی محصولی در جماران، کامرانیه و فرمانیه پرده برداشت و تلویحا هم فاش کرد کسانی که حاضر نشده بودند زمین‌هایش را به او بفروشند تحت فشار قرار گرفتند. او در حالی به برجی متعلق به محصولی مشرف به دریاچه چیتکر اشاره کرد که عباس امیریفر مشاور فرهنگی احمدی نژاد از کاخ او در محله اقدسیه تهران گفته. صادق محصولی حالا به نماد تلاش حاکمیت برای خالص‌سازی تبدیل شده، پروژه‌ای برای تصفیه هرچه تمام‌تر حاکمیت. البته او سابقه طولانی در خالص‌سازی دارد. پیام شورای عالی پشتیبانی جنگ، محصولی که با آغاز جنگ فرمانده سپاه منطقه 5 شده بود، مهدی و حمید باکری دو تن از جانباختگان مشهور جنگ عراق علیه ایران را از سپاه بیرون کرد به دلیل اختلاف در دیدگاه سیاسی. او از همان موقع همراه با محمود احمدی نژاد، پرویز فتا و مجتبی ثمره هاشمی یک حلقه سیاسی را تشکیل داد به نام حلقه ارومیه. بعدها افرادی مثل رستم قاسمی و اسفندیار رحیم مشایی هم به آنها پیوستند، کسانی که همگی در دولت احمدی نژاد صاحب منصب شدند و حالا شماری از آنها در دولت رئیسی بر مسندند و مورد حمایت صادق محصولی. سیاستمداری 65 ساله محصول کارخانه فاسدپرور قدرت در جمهوری اسلامی. مجتبی پور محسن، لندن. رضا علیجانی فعال و تحلیلگر سیاسی از پاریس با ماست. آقای علیجانی خیلی خوش آمدیم به برنامه. صادق محصولی با این پرونده فساد مالی که نزدیک به 2 دهه هست مطرحه، حالا دبیرکل تشکلی است که یکی از قطعات پازل علی خامنه ای برای خالص سازی نظام هست. دلیل اقبال و دوام محصولی در بدنی نظام چه بوده؟ اون هم در حالی که افرادی مثل خود احمدی نژاد به حاشیه رانده شدن. با سلام. البته آقای خامنه‌ای خالص‌سازی رو عمدتاً از طریق سپاه پیش میبره، اما صادق محصولی رو به عنوان یک محصول نمونه جمهوری اسلامی میتونیم مورد بررسی قرار بدیم و به سوال شما پاسخ بدیم که دلیل اقبال به تمامش چی بوده. صادق محصولی یک فرد مؤثر و قدرتمند اما نامحبوبه. اول نامحبوب بودنش رو بگم، 2 تا علت داره. یکی همین که در گزارش آقای پورمحسن هم بود، برخورده ای که با حمید و مهدی باکری داشته، از همون موقع تفتیش عقیده و خالص‌سازی رو انداخته، از حمید حتی یک
تفتیش عقیده میکنه، کتبی میذاره تو لای پرونده پرسنلیش، و وقتی که این دو برادر اسطوره جنگ میشن، مسئولین یک فرد بدنام میشه. دلیل دومش هم ناگهانی پولدار شدنشه که در گزارش آقای پولمسون هم آمده بود. پولداری در جمهوری اسلامی خودشو بیار اسمشو نیاره، و این هم تبدیل شده به علت دلیل دوم نامحبوبیش، و این نامحبوبیش هم باعث شد که هر موقع به عنوان وزیر به مجلس معرفی شد بسیار کم رأی آورد. حتی در یه بار 50.5% رأی آورد، یعنی 51% هم نیاورد که یادم لاریجانی با یک در حال ماسمالی وزیرش شد. اما دلیل دوام و اقبالش چند چیزی که خیلی مهمه به عنوان نمونه. یکی همین رابطه فامیلی نسبت برقرار کردن، این باجناق ولایتی میگه، حالا الان میشه با باجناق ساخته، و نسبتی که با احمدی نژاد داشته دور و این تشکیلات و حلق ساختن هم یه دلیل به سر دوام و رشد هست. اینها بچه های علم و سند وقتی که محصولی فرمانده استفاده احمدی نژاد معاونش، احمدی نژاد استاندار این باش همکاری میکنه و صاف نفت رو بهش میده، جهش میکنه، پولدار میشه، احمدی نژاد شهردار میشه، بورساز میشه، بازم از رانت استفاده میکنه. پس دلیل دوم پولداریه، اسپانسر بودن، حامی مالی بودن. یه بار حسینیان میگه که اصولگرا باید یه فرد پولدار داشته باشن. دلیل سومش همین خالص‌سازی و سرکوبگریشه. ببینید مسئولی نماد اعتراضات جنبش سبز و وزیر کشور بوده، نماد تقلب و زیرزمین وزارت کشور محل شکنجه دانشجو است، و به خاطر همین نهادهای حقوق بشری محکومش میکنن. و دلیل دیگه فرصت طلبیش، همین که احمدی نژاد ستاره اقبالش افول میکنه، محصولی خرجش رو جدا میکنه. من فقط یه پرانتز اینجا اضافه بکنم، ما خب تو حکومت که تأثیری نداریم، ولی باید دقت کنیم بین مخالفین و اپوزیسیون این عوامل مؤثر نباشن. یه کسی جریانی نهادی نیاد اسپانسر یه جریان بشه، یه شخصیتی بشه و بعد درش بکن نکن بکنی. یا فرض کنید خالص سازی، الان یه تو اپوزیسیون شورای نگهبان رو انداختن خالص سازی بکنن، و فرصت طلبی. ببینید ما الهام چرخنده فقط تو حکومت نداریم، متاسفانه تو اپوزیسیون داریم، و اینا از رضا تندروتر از بقیه هم برای اینکه گذشتهشون رو بپوشونن. بنابراین این پرانتز رو ببندم، دلایل رشد محصولی فامیل بازی، سرکوبگری، خالص‌سازی، حلقه‌سازی، گلک نظام و بالاخره فرصت طلبی. آقای علیجانی کمتر از یه دقیقه وقت داریم، بخت و اقبال جبهه پایداری رو اساساً در آینده سیاسی ایران چطور می‌بینید؟ با توجه به راهیابی چندین چهره شاخص این جریان به مجلس، چقدر فکر می‌کنید در آینده سیاست جمهوری اسلامی می‌تونن نقش‌آفرین باشن؟ همون تحلیلی که رو محصولی که این جبهه پایداری هم هست، قدرتمند، مؤثر اما نامحبوب. و چون نامحبوبه، علت نامحبوبیش هم دوتاست. یکی این که اینها مریدای مصباح بودن، مصباح برای خودش دعایی‌هایی داشت، و دوم وزرای احمدی نژاد بودن. بیت رهبری خامنه‌ای از اینها به عنوان یارکوب استفاده می‌کنه، نه بیشتر. در دهه 90 اینها یک مصباحی از یک کاندیدای اختصاصی برای ریاست جمهوری معرفی کرد، کامران باقری لنکرانی، و گفت من زیر این آسمان و روی زمین فردی اصلح‌تر از ایشان نمی‌شناسم، ولی شورای نگهبان رد صلاحیتش کرد. حالا این نمادی از این که جبهه پایداری تا کجا میتونه مؤثر باشه و از کجا به بعد جلوش رو میگیرن، و به نظر من جبهه پایداری نمیتواند مورد اعتماد بیت و مشتبه خامنه‌ای باشه، فقط به عنوان یارکوب علیه دیگران ازشون استفاده میکنه. رضا علیجانی، فعال تحلیلگر سیاسی از پاریس، ممنونم. اما درگیری‌های مرگبار بین اسرائیل و حزب الله لبنان همچنان ادامه دارد. در آخرین تحولات حزب الله لبنان شمال اسرائیل را هدف حملات سنگینی قرار داد که طی اون یک غیرنظامی هم کشته شد. پیش از این حمله اما اسرائیل جنوب لبنان را هدف قرار داد که طی اون چندین سایت نظامی منهدم و 7 نفر هم کشته شدند. درگیری‌های حزب الله و اسرائیل در حالی شدت گرفته که در غزه هم جنگ نسبت به روزهای گذشته هر لحظه شدیدتر میشه. با اینکه تنها 2 روز از تصویب قطعنامه آتش بس در سازمان ملل میگذره، اما حماس و اسرائیل هر دو یکدیگر رو متهم به افزایش خشونت‌ها کردند. آخرین تحولات جنگ غزه رو در گزارش بهنوده نورپناه ببینیم. لبنان و اسرائیل در آستانه یک جنگ تمام عیار. در آخرین تحول
ارتش اسرائیل یک سایت نظامی در روستای کفرکلا در جنوب لبنان را بمباران کرد که طی آن 7 نفر کشته شدند. قامت آلت الاحتلال الاسرائیلی عبر طیران الحربی بإلقاء پهپادهای اسرائیلی 4 روزه که به طور مداوم در حال پرواز هستند. ناگهان دیدم که انفجاری رخ داد و ما سریع فرار کردیم. و عدد 7 شباب بر اساس گزارش‌ها 7 نفر کشته شده در این حملات از اعضای گروه سنی مذهب جماعت اسلامی لبنان بودند. پیشتر دبیرکل این حزب اعلام کرده بود در حمایت از حماس به اسرائیل حمله خواهند کرد. ولعلم تعاون مع حركه مثل حركه حماس همکاری با جنبشی مانند حماس شرافتمندانه ترین جنبش آزادی بخش افتخاری برای ماست. اما آیا این بدی معناست که ما استقلال از خود نداریم و حماس ما دستور میده؟ این درست نیست. در روزهای گذشته نیز نیروی هوایی اسرائیل سلسله حملات تازه‌ای را در شهر بعلبک در عمق 100 کیلومتری خاک لبنان انجام داد که در آن حملات چند انبار مهمات حزب الله منفجر شد. در پاسخ گروه حزب الله در شبانه روز گذشته حدود 30 راکت را روانه شهر کریات شمونا واقع در شمال اسرائیل کرد که طی آن یک غیر نظامی 25 ساله کشته شد. نهضت اسلامگرای شیعی حزب الله همچنین یک کارخانه شرابسازی در منطقه آویویم در شمال اسرائیل را منهدم کرد. حزب الله لبنان که همچون شبه دولتی خودمختار بخش قابل توجهی از قدرت در لبنان را تصاحب کرده، در جنگ غزه با حماس همدست شده و حملات مرگباری را علیه اسرائیل رقم می‌زند. این در حالی است که به گزارش بلومبرگ حدود 75% مردم لبنان در فقر به سر می‌برند و با استراب و نگرانی فزاینده‌ای از وقوع جنگ همه جانبه در لبنان دست و پنجه نرم می‌کنند. از این رو نگاه مردم لبنان و 60 هزار آواره در این کشور به حصول آتش‌بس در غزه است، اما بر اساس آخرین گزارش‌ها تصویب قطعنامه آتش‌بس غزه در شورای امنیت تا به این لحظه نتیجه معکوس داشته. نه تنها درگیری‌ها در غزه میان حماس و اسرائیل شدت گرفته، بلکه اسرائیل مذاکرات صلح در دوحه را نیز متوقف کرده است. به گزارش رویترز و به نقل از یک مذاکره کننده اسرائیلی، یحیی سنوار رهبر حماس در غزه قصد دارد با تخریب تلاش‌های دیپلماتیک آتش درگیری‌ها در ماه رمضان را از آنچه هست شعله ورتر کند. گروه حماس فیلم‌های جدیدی از درگیری‌های سنگین در شمال نوار غزه در محدوده بیمارستان شفا منتشر کرده. این گروه همچنین از داخل غزه تعدادی راکت به سمت اسرائیل پرتاب کرد که توسط سامانه گنبد آهنین رهگیری و منهدم شدند. نیروی هوایی ارتش اسرائیل نیز مجدداً نقاط جدیدی از شهر رفح را بمباران کرد که به گزارش مقامات درمانی حماس تعداد کشته شدگان در غزه را به عدد 32500 تن رساند. بهنود نورپناه، ایران اینترنشنال، لندن. همکارم آرش علایی از ساختمان کنگره آمریکا و شاهین مدرس پژوهشگر ارشد مرکز خاورمیانه و نظم جهانی از روم با ماست. به هر دوی شما خوش آمد میگم. آرش، اول تازه ترین واکنش های آمریکا به تحولات خاورمیانه را از تو بشنویم و البته جزئیات تحریم های جدید وزارت خزانه داری آمریکا علیه حزب الله لبنان و نیروی قدس سپاه پاسداران. ببین، در طول یه هفته گذشته میدونیم ابتدا قرار بود یک گروه اسرائیلی روز یکشنبه سفر کرده بودن دوشنبه با مقامات کاخ سفید دیدار کنند. روز دوشنبه قطعنامه‌ای در شورای امنیت سازمان ملل متحد تصویب شد با رأی ممتنع آمریکا، باعث برق فروخته شدن بنیامین نتانیاهو و خشم دولت اسرائیل شد. اون جلسات رو لغو کرد. تنها وزیر دفاع اسرائیل آقای گالانت دیدار داشت با همتای آمریکایی خودش لوید آستین، با آقای بلینکن هم دیدار کرد. واضح است که مدت هاست همه میدانند دولت بایدن و دولت نتانیاهو آبشون با هم توی یک جوب نمی رود. در طول این چند مدت هم فشارهایی که کاخ سفید دارد میاد برای اینکه بخواهد
به نوعی نشون بده که راه حل دیپلماتیکی وجود دارد برای این داستان غزه به بن‌بست برخورد کرده است. امروز هم شنیدیم وزارت خارجه آمریکا بعد از اینکه حماس از اون مذاکراتی که در قطر داشت صورت می‌گرفت و ویلیام برنز رئیس CIA رفته بود به دوحه با مصری‌ها و قطریان نشسته بودند برای اینکه بخواهند گروگان‌ها رو آزاد کنند از دست حماس، حالا تبادل زندانی هم انجام بدن با اسرائیل، به شکست برخورد کرد. و آمریکایی‌ها الان نه از طرف اینکه بخواهند متحدین عربشون و متحدین منطقه‌ایشون در خاورمیانه بخواهند گوشایشی ببینن، نه از طرف اسرائیل میبینن. دولت بایدن میگوید بنیامین نتانیاهو مانع اصلی است بر سر توافق بر آتش بس. و قبلا هم راجع به این صحبت کردیم گلاره که در آمریکا حزب دموکرات و آقای بایدن به شدت تحت فشار رای دهندگان جوانتر هستند. این ویدیوهایی که از اسرائیل میآید بیرون و از غزه میآید بیرون و نشون میدهد که غیر نظامیان کشته میشوند و مردم تحت محاصره اقتصادی قرار دارند، به هیچ وجه به اسرائیل کمک نمی کند و اسرائیل یه مشکل بزرگ دارد در زمینه این که بخواهد به مردم آمریکا بگوید در اون منطقه چه اتفاقی می افتد. آقای مدرس، آرش اشاره کرد به سفر هیئت اسرائیلی که به دنبال دلخوری‌های اسرائیل از آمریکا لغو شده بود. ساعتی پیش دفتر نخست وزیری اسرائیل اعلام کرد سفر مقامات اسرائیلی به آمریکا رو دوباره برنامه‌ریزی کرده. آمریکا هم گفته همچنان به رسیدن به نوعی از توافق بین حماس و اسرائیل خوشبینه. آیا هیچ چشم‌انداز روشنی برای تغییر رویه اسرائیل و رسیدن به نوعی از توافق وجود داره در این شرایط؟ وقتتون بخیر. احتمال اینکه اسرائیل بخواد به توافقی برای توقف جنگ نادش فست دست پیدا کنه در ازای آزادی گروگان‌ها وجود داره، اما مستلزم این هست که ابتدا بتونن زاویه‌ای رو که با ایالات متحده پیدا کردن کاهش بدن، به خاطر اینکه اسرائیل به نظر میرسه که در زمینه به رفح و از بین بردن گردان‌های مسلح نهایی حماس بسیار جدی باشه، اما برای اینکه بتونه این مسئله رو پیش ببره نیاز داره به اینکه هم ایالات متحده از نظر سیاسی به حمایت اونها ادامه بده و همین که از نظر تسلیحاتی به حمایت اونها ادامه بده، به خاطر اینکه واقعیتی که هست اینه که سلاح‌های اسرائیل به نظر میرسه که در حال تمام شدن باشن در حال حاضر و این یک ضرورت دوگانه رو ایجاد می‌کنه برای اونها که این مسئله رو بخوام بازسازی کنن. اما خب یک اتفاقی که افتاده، رأی ممتنعی که ایالات متحده در زمینه تصویب قطعنامه اخیر داشت، هر چند که این مسئله ذیل فصل 6 هست و الزام آور نیست که بخوایم بگیم ذیل فصل 7 بوده باشه، اما این رو میشه به عنوان یک شلیک هشدار به اسرائیل تلقی کرد که دولت آقای بایدن داره با جدیت تمام میگه که شما اگر بخواید به رفح وارد بشید، از آنجایی که آمار کشته شدگان و تلفات غیر نظامی بسیار بالا خواهد رفت، ما از همین الان مسیرمون رو داریم از شما جدا میکنیم. در چنین شرایطی احتمال اینکه اسرائیل بخواد به یک توافقی برسه که جنگ رو متوقف کنه در ازای آزادی گروگان‌ها وجود داره، اما خیلی نمیشه به اون خوشبین بود، چرا که از سمت فلسطینی، از سمت حماس به نظر میرسه که فکر کلی یحیی سنوار در این لحظه فقط افزایش میزان درگیری ها باشه. از سوی دیگه ما این رو هم شاهد بودیم که علارغم تصویب این قطعنامه، بلافاصله از سمت حماس و از سمت حزب الله لبنان ما شاهد افزایش میزان درگیری ها بودیم. یعنی لزوما اونها ممکنه بخوان گفتگو و دیپلماسی رو به عنوان ضعف تلقی کنن. آقای مدرس، جرزالیم پوست گزارش منتشر کرده اگر بخوایم بحث رو ببریم به میدان جنگ، اونجا به نقل از ارتش اسرائیل گفته تعداد و قدرت نظامی نیروهای حماس بیشتر از اون چیزی بوده که اسرائیل در ابتدا تخمین زده بوده. چقدر این مسئله میتونه صحت داشته باشه و چقدر میتونه دخالت داشته باشه بر اصرار اسرائیل بر حمله به رفح؟ ما باید نگاه کنیم به این که از روزی که عملیات زمینی اسرائیل در غزه شروع شد چه مقدار فعالیت‌ها و موشک پرانی‌های حماس کاهش پیدا کرده و میزان اون به شدت میزان قابل توجهی بوده. این به این معنی هست که عملیات اسرائیل با حداقل تلفات ممکن از سمت اسرائیلی پیش رفته، تا جایی که شده حتی سعی کردن میزان تلفات غیر نظامی رو هم کاهش بدن و نشون دهنده اون استفاده از نیروهای ویژه بوده در جاهای
میتونستن از نیروهای معمولی نیروهای دفاعی و ارتش اسرائیل بخوان استفاده کنن و در چنین شرایطی تونستن بیان با حماس مقابله کنن و روبرو بشن در داخل غزه، شمال غزه رو پاکسازی کنن، تیپ نهال رو در مرکز مستقر کنن و تیپ‌های ویژه گیواتی رو بفرستن به عنوان مثال در جنوب برای اینکه بتونن به شکل کاملا مشخص و انتخاب شده عملیات‌های رو انجام بدن با هدف تلفات پایین غیر نظامیان. در چنین شرایطی میشه گفت پیشروی ارتش اسرائیل پیشروی بسیار قابل قبولی بوده، اما اینکه اونها با حجم بالای از نیروهای حماس روبرو شده باشند از یک نظر میتونه درست باشه، ولی چیزی رو که باید در نظر بگیریم تفاوت ساختاری و تفاوت اخلاقیه که بین این دو وجود داره، چون به عنوان مثال حماس میاد از مردم استفاده میکنه به عنوان سپر انسانی و این کاری که ارتش اسرائیل انجام نمیده. به همین دلیل یک سری از مناطق که پاکسازی شدن مثل شمال غزه ما شاهد این هستیم که در جایی مثل بیمارستان شفا مجددا نیروهای حماس اونجا اومدن مستقر شدن. شاهین مدرس پژوهشگر ارشد مرکز خاورمیانه و نظم جهانی، خیلی متشکرم از توضیحاتتون. خب اینجا در آمریکا تلاش‌ها برای پیدا کردن 6 نفری که در اثر فرو ریختن پل فرانسیس اسکات کی مفقود شدن همچنان ادامه داره. مقامات محلی با توجه به شرایط حادثه احتمال زنده بودن مفقودان رو ناممکن می‌دونند. از طرف دیگه با توجه به اهمیت این پل و بندر بالتیمور که بزرگترین حجم جابجایی محموله‌های خودرو، زغال سنگ و الوار رو در آمریکا به خودش اختصاص داده، جو بایدن رئیس جمهور آمریکا گفته قصد داره در سریع ترین حالت ممکن پل رو بازسازی کنه و هزاران شغل وابسته به رونق بندر بالتیمور رو حفظ کنه. جزئیات رو از ساناز قاضی زاده بشنویم. جستجویی که امید به نتیجه دادن آن نیست، امید به زنده یافتن 6 مفقود به جا مانده از فرو ریختن پل فرانسیس اسکات روی کشتی بزرگی با نام دالی. با توجه به مدت زمان جستجو و تلاش‌های گسترده برای پیدا کردن مفقودین و با توجه به در نظر گرفتن دمای آب، در این مرحله باور نداریم که هیچ یک از افراد را زنده پیدا کنیم. به این ترتیب امروز ساعت 7:30 تلاش برای نجات را متوقف می‌کنیم، اما گارد ساحلی محل را ترک نمی‌کند. گروه‌های همراه ما هم از منطقه نمی‌روند. فقط مرحله جستجو را تغییر خواهیم داد. جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا در جمع خبرنگاران به آنها اطمینان داد که هزینه بازسازی پل را از سوی دولت فدرال تامین و برای تامین منابع با نمایندگان کنگره مذاکره کند. قصد من این است که دولت فدرال کل هزینه بازسازی این پل را بپردازد و انتظار دارم کنگره از تلاش من حمایت کند. این پل 3.5 کیلومتری روی رود پاتابسکو در ورودی بندر بالتیمور ایالت مریلند آمریکا در بامداد سه‌شنبه 7 فروردین با یک کشتی باری رویارو شد و فرو ریخت. کشتی باری دالی با پرچم سنگاپور که از بندر بالتیمور به مقصد سریلانکا در حرکت بود، هنگام نزدیک شدن به پایه‌های پل مشکل فنی پیدا کرد. به همین دلیل خدمه ی کشتی همگی فرصت خروج از کشتی را داشتند و اکنون سالمند. 6 نفر از کسانی که مفقود شدند همگی از کارکنان تعمیر و نگهداری جاده بودند. همزمان با اعلام پایان مرحله جستجو برای زنده یابی مفقودان حادثه، پلیس محلی میگوید اکنون شرایط برای غواصان خطرناک شده، اما تلاش دارد با نگه داشتن کشتی های جستجو تا آخرین لحظه ممکن 6 نفر مفقود شده را پیدا کند. شغل 15,000 نفر در منطقه به راه اندازی بندر بالتیمور در ایالت مریلند بستگی دارد و بازسازی پل فرانسیس اسکات برای این راه اندازی دوباره حیاتی است. در اظهار نظری دیگر فرمانده مریلند شایعات درباره احتمال حمله تروریستی را رد کرده. بندر بالتیمور مهمترین بندر برای واردات و صادرات صنعت خودروسازی آمریکا محسوب می شود و پل 57 ساله فرانسیس اسکات کی یکی از شریان‌های اصلی آن است. با این حال خسارت احتمالی فرو ریختن پل و تأثیر مالی آن هنوز برآورد نشده.
ساناز قاضی‌زاده، ایران اینترنشنال. اما در ضربان امروز سری میزنیم به چین و نمایشگاه نیمه رسانه های شانگهای که به نام سمایکان امسال بدون حضور شرکت های غربی برگزار شده. این نمایشگاه یکی از مهمترین گردهمایی های جهانی برای عرضه محصولاتی مثل تراشه های کامپیوتریه که البته جنگ تراشه ها بین آمریکا و چین باعث شده شرکت های بزرگ اروپایی و آمریکایی امسال در این نمایشگاه غائب باشند. همایون خیری نگاهی داره به این نمایشگاه، با هم ببینیم. در نمایشگاه امسال نیمه رسانه ها در شانگهای خبری از شرکت های آمریکایی نبود، گرچه قول های آسیایی صنایع الکترونیک حضور داشتند. در این نمایشگاه که به نام سمیکان چین شناخته می شود، نام های معروفی نظیر پاناسونیک، سونی، هواوی و فوجی به چشم می خورد. گرچه نام بعضی شرکت‌های غربی هم در فهرست حاضران قرار دارد، ولی غرفه ای از آنها در نمایشگاه برپا نشده. جای خالی سازندگان آمریکایی تراشه‌های کامپیوتری به شرکت‌های چینی و آسیایی داده شد. امسال در نمایشگاه سمیکان 1100 شرکت چینی حضور دارند. زمزمه اصلی هم تشویق به خرید از صنایع داخلی است. گرچه فناوران چینی تراشه‌ها می‌گویند هنوز کیفیت محصولاتشان پایین تر از آمریکاست، ولی ادعا میکنند فاصلهشان آنقدر نیست که قابل جبران نباشد. دولت‌های غربی صدور فناوری‌های ساخت تراشه‌های کامپیوتری به چین را ممنوع کردند. با این وجود بعضی تراشه‌ها هنوز وارد خاک چین می‌شوند، اما فقط برای نصب در محصولات آمریکایی که کارخانه‌هایشان در چین قرار گرفته. یک استثناء حضور شرکت آمریکایی KLA در نمایشگاه نیمه رسانه‌های شانگهای است. تخصص KLA ساخت ابزارهای تولید تراشه‌های کامپیوتری است. یک نگرانی شرکت‌های غربی این است که چین در جریان جنگ تراشه‌ها با آمریکا روی کرده جایگزین‌های داخلی را در پیش بگیرد و راه ورود غربی‌ها به بازار بزرگ چین را مسدود کند. همین حالا دولت چین استفاده از تراشه‌های ساخت دو شرکت آمریکایی اینتل و AMD در محصولات ساخت داخل را ممنوع کرده. تراشه‌های ساخت این دو شرکت در محصولات مایکروسافت استفاده می‌شوند. ارزش سهام اینتل، AMD و مایکروسافت تحت تأثیر این ممنوعیت کاهش پیدا کرده. ارزیابی خسارت این ممنوعیت هم به حدود 1.5 میلیارد دلار برای اینتل و چند صد میلیون دلار برای AMD اعلام شده. این یکی از ترکش‌های جنگ تراشه‌ها میان چین و آمریکاست. همایون خیری، لندن. مهدی صارمی‌فر، روزنامه‌نگار علم و تکنولوژی از رجاینای کانادا با ماست. آی صارمی‌فر، خیلی خوش آمدیم به برنامه. سمایکان یکی از بزرگترین کنفرانس‌های نیمه هاری هاست امسال، اما جای آمریکا و اروپا درش خالی بود. این عدم حضور آمریکا چه معنی داره برای شرکت‌های بزرگ فناوری، به خصوص شرکت‌های آسیایی؟ بله، در چند سال گذشته ما شاهد این هستیم که با بالا گرفتن بحران نیمه رسانه ها یا بحران تراشه ها به عنوان بخشی از نبرد تجاری بین آمریکا و چین، این رقابت وارد مرحله جدیدتری شده و ابعاد سیاسی و نظامی پیدا کرده. به این دلیل که مهمترین دستاویز ایالات متحده برای ممنوعیت صادرات فناوری‌های پایه‌ای به چین این بوده که شرکت‌های چینی به خصوص هواوی از این فناوری‌ها استفاده می‌کنند برای توسعه زیرساخت‌هایی که کمک می‌کنه به جاسوسی از شهروندان در نقاط مختلف دنیا، استفاده های جاسوسی و نظامی پیدا میکنه در حقیقت تراشه هایی که در چین ساخته میشه. برای همین تراشه هایی که
ابعاد حدود 2-3 نانومتر دارن، تکنولوژی حتی ساخت اون تراشه هم به چین منتقل نمیشه. در مقابل ایالات متحده مشکلی نداره که مثلا تکنولوژی خیلی ساده تر و قدیمی تر وارد چین بشن و چین ابزارهای تولید بکنه که خب به هر حال از چیپ های توش به کار رفته، قطعات نیمه رسانه توش به کار رفته که خب خیلی در حقیقت پایه‌ای و عمیق نیست، دانش زیادی احتیاج نداره، ولی نقش مهمی در اقتصاد داره. یعنی مثلا وسایل مصرفی زیادی در زندگی مردم هست که از همین چیپ های خیلی ساده ای استفاده میکنن که حالا دیگه به طور کامل به دلایل مختلف چین نقش مهمی در توسعه داره. یکی از اون دلایل اینه که خب چین در چین کارگر ارزون تره و این کمک میکنه که این قطعات رو که تکنولوژی کمتری احتیاج دارن خیلی ارزون تر از رقبای تایوانی، ژاپنی و کره جنوبی ساخته بشه و این مزیت چین رو بالاتر میبره. برای همین این نگرانی وجود داره که تسلط چین بر این بخش بازار، هرچند از لحاظ در حقیقت عمقی که در تکنولوژی روزمره داره زیاد نیست، اما تأثیرش بر اقتصاد زیاده و بر دست چین هم هست. آقای سالمی فر، اشاره کردیم به ممنوعیت صادرات فناوری‌های ساخت تراشه‌ها از آمریکا به چین. این ممنوعیت صادرات در میدان عمل چقدر میتونه به نگرانی‌های آمریکا خاتمه بده؟ به هر حال عرصه تکنولوژی و فناوری هست. چقدر میتونه آمریکا این رو کنترل بکنه؟ ببینید، ما یک مرزی داریم در حقیقت در اینجا که اون مرزها رو یه تکنولوژی تعیین نمی‌کنه، ساینس و علم تعیین می‌کنه و اون مرز نانومتر، یعنی جایی که ما از ابعاد جایی که در حقیقت میکرو الکترونیکه میریم به سمت نانو الکترونیک. این مهاجرت و این ترانزیشن یک گذر فاز عمیق علمی هست و این احتیاج داره به در حقیقت یک روند عادی تکنولوژی نیست که با توسعه‌اش و بهبودش ما بتونیم از اون مرز میکرو الکترونیک به نانو الکترونیک بپریم. حتی بعضی از این تکنولوژی ها درست آمریکایی هم توش نقش دارن، ولی مثلا شرکت های هلندی خیلی صاحب این تکنولوژی هستن و در هلند خیلی توسعه پیدا کرده. برای همین چند شرکت هلندی به خصوص اتحادیه اروپا ممنوع کرده که این تکنولوژی ها رو به چین صادر بکنن. همونطور که عرض کردم، برای تکنولوژی های نانومتری، یعنی حدود 3 نانومتر و بیش از 8 نانومتر تا کمتر، اینها به هیچ وجه اجازه نخواهند داد، حداقل در آینده میان مدت، یعنی 10-15 سال آینده، که چین به اینها دسترسی پیدا کنه. بنابراین ما از لحاظ اینکه در هوش مصنوعی اینها بتونن تراشه هایی داشته باشن که خیلی کاربردهای نظامی قوی داشته باشه، به خصوص برای موشک های هایپرسونیک این مسئله مهمه که در کسی از ثانیه باید جهتش رو تغییر بدن تا از سپر دفاعی حریف عبور بکنن، به اونها نخواهد رسید چین. ولی همونطور که گفتم، بازار مصرفی رو به هر حال تحت کنترل خواهد داشت و تاثیرات خودش رو بر اقتصاد دنیا میذاره، فشارش رو میذاره. و قطعات اینتل و AMD و اینها چیزهایی هستن که تو زندگی روزمره ما در موبایل و کامپیوتر و اینها استفاده میکنیم. در این بازار خلل‌هایی به وجود خواهد اومد، یه مقداری قیمت‌ها بالا پایین میشه، اما همچنان در رده اول تکنولوژی فعلا دست چین کوتاهه. خیلی متشکرم. به شرکت هلندی اشاره کردین که شرکت هلندی هم از دیگر غایبین بزرگ این نمایشگاه بودن. مهدی صارمی‌فر، روزنامه‌نگار علم و تکنولوژی از رجاینای کانادا، خیلی متشکرم از حضورتون در برنامه. در ماه اوت تو را خواهم دید، نام تازه ترین رمان گابریل گارسیا مارکس، نویسنده شهیر، در میان 10 کتاب مهم نشریه تلگراف در سال 2024 قرار گرفت. این رمان 10 سال بعد از مرگ مارکس برای نخستین بار در کشورهای اسپانیایی زبان به چاپ رسیده و توجه علاقمندان رو به ادبیات رو به خودش جلب کرده. نیلوفر منصوری و جزئیات بیشتر. در ماه اوت همدیگر را خواهیم دید. این نام رمان منتشر نشده است از گابریل گارسیا مارکز که به تازگی در کولومبیا و دیگر کشورهای اسپانیایی زبان به استثنای مکزیک منتشر شده. انتشارات رندوم هاوس میگوید انتشار این اثر دیده نشده از مارکز بیشک یکی از مهمترین رویدادهای ادبی امسال است. از سال 1999 که مارکز داستان کوتاهی در مجله کولومبیایی کامبیو منتشر کرد، گمان زنی ها درباره این کتاب مطرح شد. اما پس از مرگ این نابغه ادبی در سال 2014، تصور می شد رودریگو و گونزالو، فرزندان مارکز، راضی به انتشار این اثر نیستند. برخی هم آن را یک پیشنویس مبهم می خواندند. برخی نیز می گفتند مارکز راضی به انتشار اثری پس از مرگش نیست.
حالا اینکه تصمیم گرفته شد بار دیگر جهان طعم رئالیسم جادویی گابورا بچشد. زمانی کمی برای تصمیم گیری داشتیم، اما در نهایت فکر کردیم که ارزش خواندن داره. ممکنه در سطح کتاب‌های گذشته ای او نباشه، اما بالاخره بخش از دست نوشته های اوست و نباید در صندوق خانه بمونه. این رمان داستان آنا مگدالنا، زن میان سالی است که هر سال در ماه اوت از مزار مادرش دیدار می کند و در یکی از این بازدیدها مردی از او می خواهد که خارج از روابط زن و شویش یک شب در سال وارد رابطه ای عاشقانه شود. نباید انتظار داشته باشیم با اثری مثل عشق سالهای وبا مواجه بشیم. شگفتی این کتاب بیشتر درباره عشق زنان است. اینکه مارکز در سال 99 میلادی داره درباره روابط آزاد برای یک زن مینویسه خیلی جالبه. رمان داره به سوالاتی پاسخ میده که امروزه جنبش‌های فمینیستی به دنبالش هستند. این رمان شامل 5 فصل با محوریت شخصیت آنا مگدالنا است. کتابی 150 صفحه‌ای از خالق 100 سال تنهایی. اثری که حالا انتظار می‌رود به زبان‌های دیگر نیز ترجمه شود. نیلوفر منصوری، لس آنجلس. مثل همیشه از همراهی شما با امروز ممنونم. در پایان برنامه میریم به نپال و یکی از مهمترین جشنهای این کشور، جشن بهاره هولی که پایان زمستون رو جشن میگیره. تا شنبه 10 شب به وقت تهران و یه امروز دیگه، شب و روزتون خوش.